حال از استاد بزرگوار استاد ناظمی خواهش میکنیم تشریف بیارن. با عرض ادب خدمت دوستان، با شعری از مولانای بزرگ که این شاعر نازنین از دست رفته ما سخت با او ارادت داشت. بر روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به خاک سپاری مگو ودا ودا، که گور پرده ای از جنت جنان باشد. فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر، غروب شمس و قمر را کجا زیان باشد. غروب این بانوی فرهیخته هیچگاه غروب زندگی او نبود و هیچگاه نیست. ما امروز بانوی را اینجا به خاک سپردیم که گوهر برین ادبیات و فرهنگ ما بود، کسی را به خاک سپردیم که شهبانوی شعر معاصر ما بود. و من با کمال مسئولیت این جمله را بر زبان می آورم به عنوان شاگرد ادبیات این کشور. بگذارین یک تعبیر که خودش از خود کرده است که او کی بود. در این تعبیر او تاریخ کشور خود ورق می زنه، گذشته از این که خود معرفی میکنه. میگه من بوی تانک های فرو افتاده بر کابلم، من بوی مین های فرو خلطیده در گندمزار های پروانم، من بوی استنگر های انبار شده در زابلم، من کارتون اسباب بازی های کودکان یتیم هرات. این تعبیری بود که او از خود داره. هم خود معرفی میکنه که محصول چی روزگاری هست و هم تاریخ خود بسیار هنرمندانه ورق میزنه. دو تا جمله داره برای معرفی خود این بانو. میگه نوجوانیم را تانک ها دزدیدند و جوانیم را از آنها سوختند، و اگر زنده میماند تا پیرانه سری حتما میگفت که سال خوردگی مرا هواپیماهای بی 52 بلعیدند، و افسوس که زود مرد. خاطری به خاطر دارم که جناب عدیل هم شاید بیادش باشه، سال 2000 بود، تازه این بانوی گرامی با خانواده خود به هلند آمده بودند. به دیدار بانو همیرا نکهت به یک اردوگاه رفتم، اردوگاه دور از شهر در یک جنگل دور افتاده. شب تا دیر وقت ماندیم. وقتی که نان شب می آورد بی جهت می خندید. پرسیدم که چرا می خندی؟ گفت من در آشپزخانه یک خانومی از همشهری های خود دیدم و از من پرسید که تو سرطان داری؟ و من گفتم ها، من سرطان دارم.
گفت راست میگی سرطان داری؟ گفت من راست میگم سرطان دارم. داستان دقیقا 20 سال پیش از امروز است. بعد گفت تو میمیری؟ گفت همه مردم میمرن. گفت نه تو زود میمری. و از این جهت من مرخنده گرفته. سرطان داشت در اون روزگار، ولی سرطان هنوز پنجه های پولادین خود در جان ظریف او هنوز درو و فرو نکرده بود. از 16 سال پیش من به شهادت آقای عدیل مهوره از 16 سالگی میشناسم، وقتی برای اولین دفعه شعرهای خود بر من داد و من کسی که شعرهایش آورده بود بر من نشان داد که چه قسم است این شعرها. من فقط یک جمله گفتم، گفتم شاعر بزرگی از راه میرسد. شعرهایش هنوز به پختگی شعر امروز نبود، ولی معلوم بود که او شاعر است. انسان شاعر زاده میشه، شاعر ساخته نمیشه. با تلاش، با کوشش آدم میتونه شعر خوبتری بسرایه، اما با تلاش کسی شاعر نشده، هیچ امکان نداره. جمله او بانوی که در آشپزخانه بره بانو میرا گفته بود تو زود میموری، این جمله دو تا معنا داره، هم زود مرد هم زود نمرد. یعنی که در 60 سالگی جهان ماره و ماره و شعره و فرهنگ رها کرد رفت، اما بسیار زود بود برای از او. بسیار میتوانست بیافریند. غیر از این 14 کتابی که آفریده، نمیگم نوشته، برای از این که کتاب ها را ننوشته، کتاب ها را آفریده، کاملا آفرینش است از نظر ادبیات. همه شعرها آفرینش نیستن. بعضی شعرها گفته میشن، نوشته میشن، اما شعرهای بانو میرا آفریده شده بود. از یک جهت زود مرد که 60 ساله بود، از یک جهت گپ او بانو که تو زود میمیری که سرطان داری چنین نشد. 20 سال زندگی کرد و از این 20 سال 16 سال با سرطان جنگید، شجاعانه جنگید و همیشه میخندید. من فکر میکنم اکثریت دوستانی که اینجا تشریف دارن با او آشنا بودن. در هر حالت میخندید، در بیمارستان میخندید. من در یک جای نوشته بودم که سالهای پسین بانو همیرا نکهت دو تا بستر داشت، یک بستر در خانه برای خوابیدن و یک تخت خوابی در بیمارستان ها برای درس کشیدن. تمامی دردها را با شکیبایی، با لبخند بدرقم میکرد. تنهایی کار نکرد، در پهلوی از او نوشت، آفرید، در کنفرانس ها شرکت کرد، در مصاحبه ها شرکت کرد و هیچ شباهت به یک بیمار سرطانی نداشت تا آخرین لحظات. نمیخوایم من درباره ویژگی های رفتاری بانو که سخت با او آشنا بودم، همکار بودم، وقتی که من در رادیو بودم او هم در رادیو کار میکرد، وقتی که من در اتحادی نویسنده ها بودم او هم در اتحادی نویسنده ها بود. روزی که بر من تلفن کرد از بلغاریا که من نمیتونم به وطن برگردم چی کنم، گفتم اگر میخوای مثل ما زندگی کنی در غربت با رنج با دوری از وطن، بیا اینجا بیا. و بالاخره آمد در هلند زندگی کرد. از غربت بسیار نفرت داشت، از هجرت بسیار نفرت داشت. دومین کتابش غربت غریب است، همین غربتی که ما و شما تجربه میکنیم. با آرامش
زندگی میکنیم اما آرامش درون نداریم. اگر کسانی دارند در اینجا، من فکر میکنم که مشکل روانی دارن اونو که در اینجا احساس آرامش میکنن، یعنی در درون خود احساس آرامش میکنن. بوی وطن به اونا نمیوزه، بوی و خاک، خاکی که عمرای نکد گفته بود که دیاری که فقرش غرور من است، او با فقر این دیار افتخار میکرد. من نمیخوایم در باره ویژگی های رفتاری از این صحبت کنم که بسیار اطلاع دارم که چی زنی بود، زن گشاده دست، گشاده زبان، همون تعبیری که فردوسی در مورد دقیقی بلخی میکنه در مورد علی کاملا صدق پیدا میکرد. هم گشاده دست بود، سخی بود و هم گشاده زبان بود، خوش صحبت بود، بسیار خوب صحبت میکرد، کسا همه شما شاهدش بودید. ولی من میخوایم که سی خصوصیت از او که بیشتر خصوصیات فرهنگی هست بر شما رو به کوتاهی. اول دکتر عمیرا همونطور که زندگی نامش دیدین که من نمیخوام به او اتکا بکنم، در زندگی نامش شما کارنامه از او رو دیدین، چه کارنامه هایی داشت. 14 دفتر شعر تنها کافی است و بهترین شعر معاصر ما، یکی از بهترین شعرهای معاصر ما، شعرهای این بانوی شاعر بود. یکی از ویژگی‌هایش این بود که بانوی دانش آموخته بود. دانش آموخته امروز اصطلاحاً برای کسایی میگن که آخرین تحصیلات کرده باشه، یعنی بالاترین تحصیلات کرده باشه، که او بالاترین تحصیلات در ادبیات، در ادبیات شناسی کرد. لیسانس حقوق داشت و دکترای ادبیات شناسی. شاید کسانی دیگری هم هستند در کشور ما که دکتری دارند، زنهایی که دکترار دارند و قابل افتخار هم هستند و همه ما میشناسیم. ویژگی دوم این بود که او به سند دکتری اکتفا نکرد. از اولین روزهایی که این سند گرفت، چی در بلغاریا و چی در هلند، خواند، نوشت، اطلاعات خود و آگاهی خود بلند برد. میزان ارزش انسان در آگاهی است که از جهان داره، از ادبیات داره، از شعر داره، از سیاست داره، از علوم مختلف داره. هر قدر که آدم آگاهی داره و اون اندازه انسان با ارزش تری هست. این دومین ارزش از او بود که به قول بیهقی بسیار کتاب نگریسته بود، بسیار کتاب خوند، همیشه کتاب میخوند، همیشه مینوشت. من دو تا دوست از دست رفته خود دیدم که هر دو سرطان داشتن و هر دو با سرطان درگذشتن. هر دو تا آخرین لحظه مینوشتن. یکی شوهر نبود، دکتر جاوید تا آخرین لحظه من شاهد بودم که در مبین شفاخانه نوشته میکرد، تحقیق میکرد. و دکتر همیرا که با تأسف آخرین روزها ندیدم، حتی آخرین بار که میخواستم صدایش بشنوم با همه کمک هایی که کردن آقای عدیل، من صدایش بیرون نشد که من یک دفعه بشنوم یک چیزی از زبان از او، آخرین کلام از او. بسیار میفهمید و این یکی از ارزش های او بود. اما ارزش سومی او شاعر بودن او بود. او مفهوم واقعی کلمه شاعر بود. شعر گفتن یعنی این نیست که وزن و قافیه و اینها رو شما برابر کنین و شما شاعر هستین، به هیچ صورت این نیست. شعر ایست که از درون انسان برمیخیزد، از ذهن انسان و درون انسان، از درون جامعه و بعد در ذهن انسان پرورش می‌یابد و این چنین شاعری بود. کسانی که
14 دفتر یه ورق دادن که من متاسفانه 13 دفترش خوندم و آقای عدیل گفتم دفتر 14 بیار که نیاورده. من در 13 دفتر شعر ازی انسانی میبینم که عاشق است، عاشق عشق، عاشق شعر، عاشق انسان، عاشق سرزمین، سرزمین و ایرانی که از او گرفتن. همه ای اشخار در اونجا شما میبینین، در تمام دفترهای از او میبینین. یک جمله فقط در مورد از این که نگاه از او به عشق چی بود، چگونه به عشق مینگریست. میگه که باش با من ای عشق تا بگویم که دلم میگیرد. زنی از جنس طلوع وقتی در بستر شب میمیرد، وقتی انبوه زنان میگریند، بهترین چاره ما حوصله است. آبیم آبیم تران سرای عشقم. واقعا همینطور که خودش نوشته، زنی از جنس طلوع بود، یعنی از جنس برآمدن، طلوع کردن، دوباره زادن. او با شاعر شدن خود دوباره تولد شد، زنی به نام همیرای نکهت تولد شد. و من در همه کنفرانس هایی که شرکت کردم و درباره همیرا بوده، این حرف هم زدم که او بار دیگر تولد شده با شعرهای خود. یکی از دلبستگی های او به آزادی بود، چیزی که ندید هیچ وقت. از وقتی که قد کشید از 20 سالگی، 40 سال جنگ، 40 سال ویرانی، اینا رو با تمام جسم خود و جان خود میدید، حس میکرد و اینا رو در شعر خود انعکاس داده. یک جایی میگه که خطاب به اسرافیل، همونطور که قبول داریم که اسرافیل بالاخره سوری میزنه و همه محشر آغاز میشه، اما میگه نه اسرافیل، دیر کردی، ما محشر را بدون تو آغاز کردیم، محشر را با وحشت، نه با رستاخیز. مثل او رستاخیز نبود، محشری که 40 سال ما با چشمهای خود دیدیم. او از این محشر سخن میزنه. می‌بینین که آزادی واژه‌ای در برابر اشغال هست، یا به عبارت بهتر استقلال. اگر تفاوت بین استقلال و آزادی قائل باشیم که هستیم، منظور همیرای نکهت از آزادی در این شعرهایش منظورش استقلال است، یعنی ما استقلال نداشتیم. خطاب به افغانستان میگه سرزمین دردهای ناشناخته، سرزمین نخلهای بی باور، باهای دموکراسی بار نداد. تنشین میشوی کابل در محلولی به نام آزادی. و چنین شد، او دیده بود، درک کرده بود که کابل در تهنشین شده در محلولی به نام آزادی. گاهی از زبان طنز استفاده میکرد، کاری که شاعران بزرگ کرده بودند، از طنز استفاده میکرد. طنز مثل این که مثلا به یک آدمی که هیچ گونه اطلاعی ندارد بگوییم دانشمند بزرگ، این طنز است. و این طنزی داره درباره امریکا،
امریکا مهربان است، به ما لیلامی میفرستد که افشای کونش را به ما ارزانی میدارد، لباس سربازانش را. و سربازانش به سادگی آدمهای را مفت و رایگان به گوانتانامو میفرستند. و جمله آخرش بسیار زیباست: امریکا آدمهای دست دومی را به ما مفت و رایگان میدهد. از این قبیل در شعرهای بسیار فراوان است. عاشق سرزمین خود بود. نمیتونم همه مثال ها رو به شما بگویم، بخوانم، وقت دیگر را نمیخوام بگیرم. درباره سرزمین خود، درباره سرزمین سوخته چنین میگه: شهرزادی شهرزادی قصه گو، با من از ویرانی کابل بگو، با من از کوچه عزیزانم بگو، از نشاط آن بهارانم بگو. در هرات سرای وجود داره که با سیلی رخسار، شاید در جای دیگر هم باشد، با سیلی رخسار را سرخ کردن، یعنی رخسار کسی که از روی نشاط و شادمانی اینا سرخ نیست، فقط سیلی خورده. از این استفاده میکنه، میگه به سیلی سرخ کردی تو گونه را کابل، که جای پنجش شراره های آتشناک است. ما شاعران گذشته، ما شاعران زن، وقتی شعرشان رو میخوندیم، حتی شعرهای بسیار خوبی که اجازه میگیرم میخوایم از شما که نامهاشون رو بگیرم، مثل محجوبه هیروی، مثل مخفی بدخشی، اینا وقتی شعرشان رو میخوانیم شما نمیفهمین اینا مرد بودن یا زن بودن، یا مثلا یک چیز دیگه بودن بین زن و مرد. به خاطر از این که صدای اینها صدای زن نبود، صدای مرد بود. تعریف های هم که میکردن، تعریف هایی که از خود میکردن، تعریف مردانه بود. و نمیگویم که عمیرا اینک حد از نخستین زنهای هست که در افغانستان صدای زن بلند کرد، چند تا از او زودتر بلند کرده بودن، اما صدای زن عمیرا در بیشترین شعرهای خوده، صدای مظلومیت زن بلند کرده. او هیچ اعتقاد نداشت که زن بهتر از مرد است، و همچنان اعتقاد نداشت که مرد فراتر از زن است. او به تساوی جنسیتی اعتقاد داشت، که بعضی زنها اعتقاد ندارند، بعضی زنها میکوشند که بسیار حقیر باشند، و گروه دیگر میکوشند که بسیار فراتر از مرد باشند. انسان انسان است، چی زن و چی مرد. در شعر داره، شعر بسیار درازی هست به نام راز خلقت، در اونجا میگه که من که افتادم از هوا یا از آدم به وجود آمدم، و برای جنس مخالف خود میگه ما یک چیز هستیم، تو چی برتری داری از من. شعر بسیار کلانی هست، اما از ستمی هم که بر زن میره همواره سخن زده. یک جای میایه و میبینه که زن را شلاق میزنن، بزن شلاق قامت در هم تنیدی، شلاق هوا را از سموم خیش می آکند، پولیس ها نیز نفس خاکستریشان را با بی آبترین لعاب دهن فرو می برند، تا رقص بی امان شلاق بر پوست زن اخلال نشود. حیف زن پیش از آن که کشته شود آنقدر مرده بود که دهانش بوی شلاق می داد. مسئله که بین همه شاعران مطرح بوده مسئله مرگ است. مرگ چی است؟
واقعیت مرگ چی هست؟ هیچ کسی تا امروز نیافته، هیچ یکی از علوم نیافریدن، نفهمیدن، در نیافتن که چرا ما میمیریم، چرا میمیریم. از این جهت ای در شعر شاعران ما و گونه های مختلف انعکاس کرده، از رودکی تا همیرای نکهت و از هومر تا آخرین شاعرانی که بیشترین شعر در اروپا درباره مرگ گفتن مثل گارسیا لورکا. او از مرگ نمی ترسید. در اولین حکایتی که من بر شما کردم که از اولین روزهایی که سرطان داشت، سرطان که خزنده بود، هنوز به پنجه نینداخته بود در درونو، از همون روزا میدانست که سرطان داره، ولی بارها تا پنجره مرگ پیش رفت. اول مرگ با پدر و مادر خود حس کرد که مرگ چی است، یعنی اندوه مرگ. بعد خودش مرگ لمس کرد، با تمام وجود خود لمس کرد، میفهمید. تنها کسی که میفهمید که میمیرد و شاید همین امروز او دکتر همیرای نکهت بود، هر لحظه میفهمید که میمیره. بارها با ما خداحافظی کرده، بارها میفهمید و چقدر جرأت میخواهد که آدم بدانه که مثلا امروز شاید بمیره اینا، ولی با آن هم میسرود، مینوشت، میخندید و فکاهی میگفت و زندگی میکرد و زندگی رو دوست داشت. اگر از مرگ هم حراسی داشت به خاطر دو فرزند خود بود و شاید به خاطر همسر خود، ولی به هر حال حراس از مرگ هر کسی داره. مرگ حراسی یکی از ویژگی های انسان است. هیچ کس خوش نداره که بمره، ولو که میداند که باید بمره. در امی شهری که زندگی میکرد، خطاب به شهر، خطاب به اتریخ شعر داره. اتریخ روزی میان پارک هایت قصه هایم را گریه کنم، در بغض هایم بترکم و سوک مادرم را در چشم هایت زار بزنم. باور نداشتم در سکوت آسمان تو غروب قدر را اشک شوم، شانه هایت را تکگاهی کنی تا سرطانم را بتکانم، تنم را از دوزخ درد برهانم، چشمانم را میبندم، زن را میبینم در بستر نابود شدن که از چشمه شفای تو انتظار معجزه را دارد. ولی شهر چی معجزه میتونه بکنه؟ او میدانست که زنی زنی را میشناخت که خودش بود، زنی که در بستر نابود شدن بود. بس کردن درباره شعرهای او، درباره تخیل او، درباره پیام های انسانی و روزهای فراوان را در کار داره. من فقط یک اشاره به نحوی شاعریش میکنم که تا حال اشاره داشتیم که او بهترین پیام های انسانی را در شعر خود داشته. درباره آزادی سخن زده، درباره سرزمین خود سخن زده، درباره مرگ سخن زده، درباره انسان سخن زده، ولی چگونه سخن زده، این مهم است. در شعر یکی این است که شاعر چی میگوید و دیگری که زیاد مهمتر است، شاعر چگونه میگوید و سومی است که شاعر چرا میگوید. چرا یک کسی از وطن گپ میزنه؟ چرا یک کسی از آزادی گپ میزنه؟ این چرا هست؟ اما چگونه؟ چیزی که از نظر من بسیار زیاد اهمیت داره در مورد شعر بانو همیرای نکهت که چگونه میگوید. بسیار با زیبایی پیام خود به آدم ها میرسنه، بسیار با زیبایی.
یک نکته را من خدمتتون بگویم که در گذشته شاعران را به دو قسمت تقسیم میکردن از نظر تعداد شعرشان، از نظر میزان شعرهایشان. شاعرهایی که کم شعر داشتن اینا را شاعران مقل میگفتن به عربی، یعنی که قلیل شعر داشتن، و شاعرانی که زیاد شعر داشتن مثل مولانا، مثل امیر خسرو دهلوی، مثل نظامی، مثل جامی، مثل بیدل، اینا شاعران مکثر هستند، زیاد شعر داشتند. یک خصوصیتی که این شاعر مکثر بود، با همین امکانات در هجرت، در غربت، شارده دفتر شعر، او یک شاعر مکثر بود. شاعران مکثر هم دوگونه بودند. بعضا بسیار می ساختند، اما هیچ معنا نداشت، شعرهای بیهوده بود. و کسی پیش حضرت جامی آمد و گفت که من دیوان سعدی جواب گفتم، من دیوان حافظ جواب گفتم، من دیوان بدیل جواب گفتم. و جامی گفت جواب خدا رو چه خواهی گفت که تو این کار کردی که دیوان حافظ چطور میتونی دیوان مولانا رو جواب بدی؟ شاعرانی که شعر زیاد داشتن و شعر خوب داشتن اینا رو شاعران مکثر مفلق میگفتن، زیاد شعر داره و شعر خوب داره. و دکتر عمیرا از کسانی بود که شعر زیاد داشت و شعرهایش اصطلاحی وجود داره در ادبیات که میگن بعض شعرهای این آدم چطور گربه است، یعنی بعض شعرها خرد است، خفیف است، خراب است مثل گربه، و بعضی ها مثل شتر کلان است. در شعر عمیرا من شعر شتر گربه ندیدم. از اولین مجموعه شعرش که چندین خواننده امی شط آبی رهایی را غزل هایش گرفتن و خواندن، وقت یک دختری هنوز 20 ساله نشده بود یا شده بود، از او زمان شعرهای از او شعری است که با زبان بسیار پولوده و زبان درست، اول از رومانتیسیزم شروع میکنه و بعد آهسته میرسه به شعر بسیار غنی، غنامند، هم رسالتمند و هم ساختارمند. و این خصوصیت بیتن شعر همیست که هم رسالتمند باشه و هم ساختارمند باشه، ساختارش قابل از این باشه که شما بتونید شعر حفظ کنید، خوشتون به لبخند بزنید، گریه کنید. چنین شعرهای داشت. من بسیار حرفهای در باره عمیرا دارم، شاید ساعتها ولی بیشتر از شما را زیاد نمی کنم. من برای خانوادهش، برای آقای عدیل، برای حجیر و خریوا تسلیت میگم. بیشترین تسلیت من برای اهالی شعر است که اونا عزیزترین خودم گل سر سبد خود از دست دادن. این تنها مصیبت برای این خانواده نیست، مصیبت به خانواده فرهنگ افغانستان است که ما باز مخصوصاً اینجی ما بیترین شاعران زن در اینجی داریم، ما همین در برابر ما نشست هستن، ولی از دست دادن یک شاعر و شاعر زن که کم داریم، ما زن که اجازه شعر گفتن نداشته و اگر شعرم میگفت سرنوشت مثل سرنوشت رابعه بلخی بود که رگهایش برادرش برید، رگهای تنش در ما بین حمام گرم. سرنوشت شاعران ما در گذشته اینطور بوده. امروز خوشبختانه هم در کشور ما شاعرها حق دارن، شاعرها زن آزاد هستن، هر نوع چیزی که بگویم، هم در اروپا که بیازیم. تسلیت به او خانواده هست، خانواده فرهنگ، خانواده شعر، و تسلیت به تمام زنان افغانستان هست، تسلیت به تمام زنان با فرهنگ افغانستان، زنان فرهنگی افغانستان هست و زنان شاعر افغانستان هست. به این خانمایی که اینجا هستن، خانم مجگان، خانم تانیای آکفی و کسان دیگر، همه برای از اینا یک مصیبت کلان است. من
یک چند بیت میخوانم کلام خود ختم میکنم. شیر هست یک از بیترین غزلهاش هست که غم ماره، غم همی ماره، این اکاس میده با یک زبان تصویری، با یک زبان مجازی، نی با زبان برهنه. باز کن در که به جان آمدم از در بدری، زندگی میگذرد یا شده من سفری. شب کشد پنجه به دل تنگی روزم، که مرا روزهایم همه در جامعه شب شد سپری. وقت آن است که من بشکنم این پنجره را، پر پرواز کنم باز و شوم من سفری. بشکنم پنجره این فاصله کاذب را، وارهم از قفس ساخته از بیهنری. تو اگر باز کنی در، تو اگر باز کنی در، همه جا باف شود. باز کن در که به جان آمدم از در بدری. ممنون شد. با سپاس از استاد بزرگوار، واقعا همه ما را کم کردن و واقعا صحبت هایشان برای ما واقعا قوت قلب بود. خداوند سایشان را سر با کم نکنه. حال از استاد بزرگوار جناب آقای سلجوقی خواهش میکنم که تشریف بیارن. سهم ما از خاک وقت مستطیلی بیش نیست. سهم ما از خاک وقت مستطیلی بیش نیست. جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی میکند؟ درود بی پایان به روح پرشکوه بانو دکتر حمیرا و نخست عرض تسلیت به اعضای فامیل دوست عزیز و گرانقدرم محترم عمرجان عدیل و برادرزاده های عزیزم حجیر جان عدیل و حریوا جان عدیل. و اما بعد به خانواده فرهنگی پارسی زبانان و به خصوص دهکده فرهنگی افغانستان، ضایعه بزرگ از دست دادن بانوی غزل غریب کشور را، باریست که سالهای دیگر لازم است تا بتواند مادر گیتی بانو دکتر حمیرای نکهت دستگیر زاده بزاید. شاعر بانوان زیادی داریم که هر کدامشان شعرشان بوی خودشان دارد، اما حمیرای نکهت دستگیر زاده توانسته است که در بوتهای زیادی شعر بسراید که استاد گرامی استاد لطیف ناظمی موضوع را باز کردند و من نمیخوام وقت گرانبهای شما زیاد بگیرم، اما به یک نکته اکتفا میکنم که تفکرات و اندیشه های دکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده شباهت های زیادی یا تفکرات از او در مسیر تفکرات مولانا بود. تفکرات عرفانی از او بیشتر نزدیک به تفکرات اندیشوی مولانا جلال الدین محمد بلخی بود. وقتی میگوید که وقت آن است که چون سبزه برویم ز زمین، تفکر است که مولانا با پای این سالها پیش گفته بود که کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد.
سراب سپیری میگه که مرگ پایان کبوتر نیست. بانو دکتر حمیدا معتقد است که زندگی مرگ پایان زندگی نیست و انسان اگر از این زندگی پای بیرون میگذارد در هستی وجود دارد. اندیشه های دکتر حمیرا، اشعار دکتر حمیرا و نگرش او به جهان هستی و سادگی میتوان گفت که دکتر حمیرا را جاویدان ساخته است. زیاد وقت شما عزیزای گرانقدر نمیگیرم، چند بیتی به در سوگ بانو دکتر حمیرا سرودم خدمت شما دکلمه میکنم. میرسد روزی که ناگه مرگ ما در میان قربت ناآشنا قصد جان ما کند، این بلحوث میکشد ما را ز قصه انزوا. دست و پای خیش را گم کردم، با تعلم ماندم رو بر هوا. نه تو را رحمی به دانشمند ماست، نه به کس بودی تو گاه آشنا. صبح دیدم نامه آمد به من، برگشادم لرزه افتادم به پا. دیدمش آوای مرگ و قصه داشت، گریه کردم عشق باران در عزا. ناله سر دادم حمیرا رفت وای، ناله سر دادم حمیرا رفت وای. شاعر دارد آشنای ما چرا، کشتی ما باز بی لنگر بماند، ناخدای ما گرفتی ای خدا. رفت شبانوی شعر پارسی، نکهت دیگر ندارد شعر ما. شعر گفتی قصه کردی و دریغ، نقص میگفت دردهای ما و ما. نیچرا دنیا به او رحم نکرد، عاشق وارسته پرمحتوا. مرگ او در بامداد جمعه بود، آخرین حرفش خدا حافظ با ما. گرچه او از دار فانی رفته است، گرچه او از دار فانی رفته است، مانده نام او بلند در هر صدا. روحش شاد و روانش جنت فردوس جایش بود. به نام آن که همه چیز فانی و تنها او باقی است، با عرض سلام و ادب مراتب تسلیتم را خدمت برادر عزیزم جناب آقای عدیل و خواهرزاده عزیزم حریوا خانم و حجیر جان و مجموعه فرهنگی و شما عزیزان ابراز می دارم. سروده کوتاه وداحتن خدمت شما و خانش می گیرم که عنوانش هست شاعر شیوابیان. امیدوارم در خور مقام این بانوی از دست رفته ما باشه. حمیراجان به این زودی چرا از پیش ما رفتی؟ نهادی داغ مرگت را، نهادی داغ مرگ خیش در دلهای ما رفتی. الا ای پارسیگو، شاعر نستوه این دوران، سرودی شعرهای
نغز پرشور و نوا رفتی، تو بودی در گلستان ادب تنها گل نایاب، دمیدی نگهتت را در مشام جان ما رفتی. بس مجموعه شعر را مانند در سفتی، بس مجموعه های شعر را مانند در سفتی. چی زیبا یادگاری از خودت ماندی به جا رفتی، به طول سالها با بردباری و شکیبایی هماره در پی درمان درد بیدوا رفتی. نگاهت سایبان مهر در دنیای فرزندان، رها کردی تو اینان را و دیدار خدا رفتی. تسلی باد بهر همسر و فرزندهای تو، شدی با بیقراری از بر آنان جدا رفتی. روانت شاد، روانت شاد و یاد ماندگارت جاودانی باد، کز این دار فنا اکنون سوی دار بقا رفتی. روانت شاد. به بیشه بیشه کنون آفتاب نامه فرستد، به بیشه بیشه کنون آفتاب نامه فرستد، که عشق را فقط از ریشه ها چیده بیاورد. درود و تهنیت پر از درد و سرود آشنایی با سلامتی مملو از محبت و صمیمیت بر تک تک شما بزرگواران و فرهنگیان ارجمند که امروز ما را در سوگ همسرم دکتر حمیرا جان نکهت دستگیرزاده یاری نمودید. حمیرا جان ما با نبود جسمانیش ملت افغانستان و تمام فرهنگیان را در هر گوشه و کنار جهان با ماتم بزرگ آشنا ساخت. من بدین باورم که او از نو تولد شد و اعتقاد دارم و هر واژه‌اش مداوای درد تمام ملت مظلوم افغانستان است. او یک اسطوره در شعر و فرهنگ معاصر افغانستان است. از سنین 13 سالگی تا اکنون در گسترش فرهنگ کوشا و در خدمت مردم خود بود و درد وطن را همیشه عاشقانه بیان کرد. اعتقاد کامل دارم که حمیرا جان ما در تمام اذهان والای اهل معنا زنده است و هر روز بیشتر از روز دیگر واژه ها و گفته هایش جلوه های معنوی افزونتر می یابد. آثارش جاودانه باقی می ماند و روح تازه در نسل های بعدی ما می دمد. بر من و دو فرزندان ما نیز مانند چلچراغ در طول عمرش تابیده و بر ما نور معنی افشاند. من که تا 40 سال همسری در خدمتش بودم، با هر حرف و واژه‌ای که از او شنیدم عاشقانه و در معنا زندگی کردم. دو فرزندمان نیز با بهره‌مندی از دانش مادرشان با بار بزرگ معنوی آشنایی دارند و عاشقانه می‌زیند. آنها با روح مادرشان نیز آشنایی کامل دارند.
و هر حرفی را که بر زبان می آورند اول با روح پاک و معنوی مادرشان فکر می کنند و بعد مطابقت می دهند. به جاودانگی همسرم اعتقاد کامل دارم و باور دارم که نسل‌های بعدی با پیروی از این اسطوره معنوی به پیش می روند. از خداوند آرزو دارم تا روح پاکش نیز همیشه مشعل فروزان راه ما باشد. و به اجازه دوستان فقط یک نمونه کلام از عمیرا جان باره برای شما بخوانم و با دوستان خداحافظی میکنیم و البته به اساس شرایط مصیبت بار کرونایی و این موضوعات ما نتانستیم محفل فاتحگیری داشته باشیم که البته بسیار به زودی اگر او هم به مدت کم فاجعه کرونا از بین بره محفل بسیار بزرگ و جهت یاد بوده عمیرا جان عزیز ما حتما دایر میکنیم که از سر تا سر اروپا شعرا، فرهنگیا، سخنرانای باید داشته باشیم و از یاد عزیزمون به نیکوی یاد کنیم. بشکست کسی ضربه به ضربه نفسم را، بسته است کسی میله به میله قفسم را. ای باد میان تو باور چه غریبم، افگنده کسی دور ز من داد رسم را. یک هستی پر عاطفه در سینه من بود، یک هستی پر عاطفه در سینه من بود، آواز نمودند آواره نمودند صدای جرسم را. تا عشق دهد بال و پر از آبی ناوش، صد رنگ شکستم پر و بال هوسم را. بیگان سرا کرده کسی شهر مرا وای، بیگان سرا کرده کسی شهر مرا وای، آزرده کسی سخت امیر و حساسم را. ای خاک صدای قدمم را نشنیدی، ای خاک صدای قدمم را نشنیدی، از یاد زدودی نگاه ملتمسم را. خورشید افق‌های خیالم سفر کن، بیدار کن از خواب شرر خار و خسم را. ناکس چی فریبد به هوای که ندارد، ناکس چی فریبد به هوای که ندارد، اندیشه فردایی بسیار کسم را. باز هم مکررن از حضور تمام دوستان اظهار امتنان میکنم و معذرت ما را باز هم به این بپذیرن که محفل به نام فاتحه گیری یا این مسائل به همین امروز داشته نمیتونیم و امیدوار هستم که بسیار به زودی محفل یاد بودی از دکتر عمیرا جان ما داشته باشیم. یک جان ممنون، خدا حافظ همشون. از قاری صاحب جمشیدی خواهش میکنیم با تلاوت از قرآن شریف محفل ما را ختم کنند. یک بار دیگه به عنوان برادر عمیرا از تک تک تان تشکر میکنم. واقعا لطف کردین، محبت کردین، زحمت کشیدین، کنار ما بودین. خداوند شما را خیر بده. این شاید از خوشبختی های ماست که یکی از خوشبختی های بزرگ ماست که عمیرا جان نمیفهم چطور صدای مرا دوست داشتن و همیشه در روخم میکشیدن و بر من میگفتن. انتظاری روز نداشتم بر پدرشان و بر والدین محترمشان خدا رحمتشان کنه من تلاوت کردم و این انتظار را نمیکشیدم. یکی از افتخارات من است، واقعا یکی از افتخارات من بر خانم ما میگم، در خانه میگم وقتی که عمیرا جان از لیلا جانم یاد کردم خدا رحمتشان کنه. عمیرا جان میدیدم شان بر خانم میگفتم که معرفیشان میکردم و میگفتم که چی گفته در بخاطر من چی گفته. همین نقطه که من رو بیان کردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين ما مسرات ميخانم دعوة يا أصاد إيش منا يفهم شي ميخانم الحمد لله رب العالمين الرحمن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وادخلي جنتي.
صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله والنبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پروردگار خدایا خداوند ما را آنیو کمتر از آنیو کمتر از آنی بر خود ما و مگذار. پروردگار تمام رفتگان ما را همیشه می دعای برد زبان ما همیشه تمام رفتگان ما پدرها و مادرهای ما که حق بس عظیم بگردن ما دارن، علال خصوص مرحومه مغفوره تازه گذشته استاد گرامی دکتر سب نکت، خدایا غریق دریای رحمتی به منتهای خیش بگردان. پروردگارا مملکت ما را از این حالت، از این بدبختی، از این گرفتاری، از این جنگ، از این خونریزی، از این دود خدایا نجات ببخش. پروردگارا دشمنان اسلام در هر لباسی که هستن، چی در لباس خودشون معمولا در لباس خود هستن، لباس خدای نیست نابودشان بگردان. پروردگارا دشمنان مملکت ما را، دشمنان مردم ما را، دشمنان این سرزمین ما را در هر مقام و در هر لباسی که هستن خدایا نیست و نابودشان بگردان. پروردگارا اتفاق، اتحاد، همبستگی، صفا، صمیمیت، امنیت نصیب ماها بگردان. شهدای ما مقامشان عالی است، بخصوص شهدای جنگهای نابرابر و مردم بی‌دفاع افغانستان، خدایا مقامشان عالی است، متعالی بگردان. و باز در اخیر روح بلند و ملکوتی بانوی شاعر ما را، استاد گرامی ما را، یک تکه بزرگ از فرهنگ ما، از هنر ما، خدایا روحشان عالی است، متعالی بگردان. رحمت الله و رحمت الرحیمین.
موسیقی.